تو یتیم خونه بزرگ شدم. درد و رنج بی کسی رو به خوبی درک می کنم. هویت مامانم رو پیدا کردم، فهمیدم فوت کرده. دربارش تحقیق کردم، وسایل شخصش رو پیدا کردم. تو خونه یه نزدیکترین دوستش بود با چند تا نامه که خالم سمایل دیز اونا رو نوشته بود. گفته بود منو به فرزندی ندن. گفته بود منو بیارن ترکیه. همه چی رو درباره من توضیح داده بود، به این موضوع که نمیتونه از بچهش، یعنی از من مواظبت کنه. اشاره کرده بود، همه چی رو گفته بود. یه کپی از اون نامه ها رو دارم. راستش نامه اصلی الان تو دادگاهه، اما نمیتونم چرا. خالم به حرفای مامانم توجه نکرد و منو به فرزندی داد. فهمیدم. یعنی شما مراحل قانونیش رو شروع کردین، همینطوره؟ آره. دلیلی نیست که منتظر بمونم. میدونین دارین چی میگین؟ سوده اینجا با خانواده‌اش خیلی خوشحاله. اینو نمیدونستین؟ آقا سینان، خیلی ببخشین، اما من دختر خاله واقعیشم. زینب خانم کیه؟ در اصل شما یه غریبه این. باشه، قبول. شما یکی از نزدیکانش هستین، اینو قبول دارم. شما باید این موضوع رو درک کنین. اون تمام دوران بچگیشو اینجا گذرونده. و تازه باباشم منو به عنوان مادرش قبول کرده. شما باید این نکاتو در نظر بگیرید. راستشو بخواین نمیتونم با این موضوع کنار بیام. داداش صابر وقتی خیلی مریض بود این تصمیمو گرفت. دادگاه همه اینا رو در نظر میگیره. ازتون میخوام شما هم این نکاتو در نظر بگیری. اون دخترشو تو شرایط بیماری داده به یکی دیگه، کاملا عادیه. من میکشمت، با دستای خودم خفت میکنم. حالا آروم باشین آیشه خانم، خواهش میکنم آروم باشین. اینجوری همه چیو خراب میکنیم. بذار اول بفهمیم چی شده، بعد دست به کار بشین. آه اومدی؟ بیا بیا یه دقیقه، بیا بریم آشپزخونه. چی شده؟ بیا بریم. اوه آقای دکتر، یه کمی صداشو بیارین پایین. عالیه، جون میده به روح آدم. روح و روانتو با این موسیقی تغذیه کن. متوجه منظورم میشی؟ امروز یه چیزی تون شده آقای دکتر. نه چیزیم نشده، راستشو بگم تو یه چیزیت شده. ببین تو رو میفرستم مرخصی، اونم با حقوق کامل. چطور، خوبه؟ برو یکم استراحت کن توپل من. منم میخوام از اینجا فرار کنم، یکم استراحت کنم. برو دیگه، زود باش. ها یه لحظه، کسی اونجاست؟ ها چی؟ هیچ کی اونجا نیست. چه ربطی داره؟ اگه باشم به تو ربطی نداره. ها ببین به چی گفتم؟ گفتم باید بری، زود باش، برو دیگه، عجله کن. باید خونه رو تمیز کنم، تا اینجا رو تمیز نکنم جایی نمیرم. لازم نیست، گفتم لازم نیست. من در خونه رو قفل میکنم، دزدگیرشم نصب میکنم. تو باید بری دیگه، زود باش. همه کارا رو انجام میدم، بعدش هم تمیز مرتب بهت تحویل میدم. من از زندان اومدم، نگران نباش. باید بری مرخصی. چرا؟ بعضی روزا میام، باغچه رو آب میدم، چه بدونم تمیزکاری میکنم، خونه رو دست میکشم. نزدیک اومدنت که شد میام و واسط غذای خوشمزه میپزم. دلمه خوشمزه. نمیخوام فهمیدی، بهت زنگ میزنم. یا شاید مرخصی رو بیشتر کنم، مثلا یه هفته. اینم باید از تو بپرسم. هان دارم میگم که تا کارامو تموم نکردم جایی نمیرم. خدایا بهم صبر بده. وای خدای من، اول صبح چه وضعشه؟ دیوونه شدم، خدایا کمکم کن. ببینین در واقع شما نمیتونین سوده رو ازمون بگیرین، متوجه هستین؟ حیف پولتون نیست. خواهیم دید میتونم یا نه. اینا کارت تولده، اما باید بازم یه نگاهی به همشون بندازیم. ببینم واقعا هدفتون چیه؟ من تنهایی بزرگ شدم، نمیخوام اون دختر بدون سرپرست بزرگ بشه. کاملا مطمئنم که شما آدمای خوبین، ولی هرچی نباشه غریبه ای. اینو باید بدونین که من همخونشم.
مواظبت از سوده وظیفه منه. داداش صبری اگه از من میدونه سوده رو میسپرد به من. شما از بستگان دورش هستین. این خانواده ازش مواظبت کردن. خود باباش مسئولیت اونو به این خانواده داده. همچنین زینب خانم هم مادر خودش میدونه. احتمال برنده شدنتون کمه. به نظرم شما به حرفتون باور ندارین. به نظر من شما خوب میدونین که دارایی سوده چقدره. نه؟ اما فهمیدنش هم خیلی سخت نیست، چون شما به عنوان یه وکیل سندی دارین که نشون بدی. آها راستی، زینب خانوم، خیلی براتون ناراحت شدم. رفتن سوده یه ضرر مالی بزرگ به حساب میاد. بسه، زود از خونه من برو بیرون. یالا آروم باش، ما میریم بیرون. بیا بریم. تو رو خدا ببین چی میگه. ببینی زینب خانم خودش سرمایه زیادی داره. آقا صابرم به خاطر همین اعتماد کرد و سرپرستی دخترشو داده به اون. یعنی ثروتش هیچ ربطی به سوده نداره. در ضمن سرمایه اونا به پرستاری سوده هیچ ربطی نداره. اگه سوده باشه یا نباشه، ثروت مال اوناست. خیلی خوب برنامه ریزی کردی. داداش صابرم نتونسته چیزی بگه. من فکر میکنم واسه اینکه حالش خیلی بد بوده این تصمیمو گرفته. بفرمایید. این کارت وکیلمه. مهدی منظور اغلو. جالبه. واقعا جالبه. به هر حال من دیگه باید برم. اجازه میدین هر از گاهی بیام دیدن سوده، چون ممکنه دادگاه وقت زیادی بگیره. شایدم زودتر به نتیجه برسه. آخه سوده بچه است. دلم میخواد بیام دیدنش. دیدنش واسم قوت قلبه. دلیلی وجود نداره از من خوشش نیاد. به امید دیدار. این دختر این همه پولو از کجا آورده داده به اون وکیل؟ اون وکیل که همیشه پرونده های بزرگ استانبول رو قبول میکرد. قبول کردن این پرونده خیلی غیر طبیعیه. واقعا خیلی بد شد. بدبخت شدیم بهری. یه دقیقه صبر کن. باید بفهمیم این دختر از کجا اومده و چی کار است. ناامید نشو. زینب خانم هم حالش خوب نیست. گوش کن زینب، تو نباید ناراحت بشی. با این که میدونی حق با توه، چرا اینجوری رفتار میکنی؟ من دخترمو به آدم دزدی مثل اون نمیدم سینان. باشه نده، اما تو درست رفتار نمیکنی. ببین زینب، جوری معلوم میشه یه راه سختی جلومونه، اما اینجوری با عصبانیت نمیشه باش کنار بیایم. چی عصبانیت؟ من از بچه‌ای حرف میزنم که تازه به دنیا و آدما امید پیدا کرده. من زخمشو درمان کردم، من حالشو خوب کردم. اگه بازم اون مشکلات سرش بیاد، عصبانیت که هیچ، همه دنیا رو به آتیش میکشم. میفهمی چی میگم؟ آفرین، همینجوری ادامه بده. ای بابا، این دیگه چیه؟ کی اینو اینجا گذاشته؟ ای بابا، این لباسا رو همه‌شون رو شسته بودم. اگه اینجا بمونن بو میگیرن. حالا مجبورم دوباره بشورمشون. آخه کی کمدو میذاره اینجا؟ بله آرزو خانم، خدمتکار خونه میخواد کمد جلوی درو برداره. زود بیا یه کاری بکن. باشه الان میام. وای آقای دکتر، ببین منو به چه روزی انداختی؟ عجله کن، شعله زود باش بیا دیگه. الان همه چی درست میشه. آفرین، خیلی باهوشی دختر. وای خدای من، فقط همینو کم داشتم. اوف اوف، از وقتی که اومدم هی داره بلا سرم میاد. آخه برق چرا رفت؟ آره از اولش هم نمیخواست من اینجا بمونم. همش میگفت برو برو برو، میگفت برو. نمیتونم خونه رو تمیز کنم. بگذاریم بیخیال.
سلام آقا ماتین. ببخشین مزاحمتون شدم، میخواستم یه چیزی بپرسم. ما با یه مشکل خانوادگی مواجه شدیم، واسه همینم بهتون زنگ زدم. راستش یه خانمی به اسم سلینا آکسوی واسمون یه مشکل درست کرده. اسم وکیلشم مهدی منظور اغلوه، اون این پرونده رو قبول کرده. آره خب کلن درسته، یه مشکل خانوادگیه. این موضوع واسم یکم عجیب بود، واسه همین بهتون زنگ زدم. آرزو خانم زنه رفت، تا بخواد برگرده وقت داریم. خوب شد، حالا بیا بیا تا در وسط باز کنم، برقا دوباره وصل کن. باشه الان میام. بیا تو، بیا بیا یه دقیقه بشینی. بگو چی شده تا منم همه چیو بفهمم. امروز همه جا رو گشتم، هیچ جایی نمونده بود که نرفته باشم. آرزو خانم، از ایرول چه خبر؟ از دیشب تا الان تو بازداشتگاهه، پلیس خیلی کلافش کرده، بدجوری خسته است. خب ایرول، یه بار دیگه ازت میپرسم، اگه به هم نگی آرزو کجاست، اون موقع خیلی واسط بد میشه. گفتم نمیدونم، باور کنین منم از فرار آرزو شوکه شدم جناب سرنگ. هی ایرول، تو میدونی مگه نه؟ ها؟ یالا به هم بگو، کی بهش کمک کرد؟ تو کمکش کردی فرار کنه یا کس دیگه ای بود؟ من چیزی نمیدونم، فیلم ها رو که خودتون دیدین، دیگه از جونم چی میخواین؟ خودت اینو ببین. آخه این چه جور تصادفیه که دوران بچگی تو و آرزو توی محل سپری شده؟ فکر میکنم آرزو عمدن این کارو کرد، چون بهت اعتماد داشت، مگه نه؟ درست میگم؟ اینو باید دیگه از دکترش بپرسین جناب سرنگ. آخه من هیچ ارتباطی با بیمارا ندارم. بهت نشون میدم هیچی تموم نشده. ببین اینو میشناسی یا نه؟ تصویر اصلا شفاف نیست جناب سرنگ. راستش نشناختمش. یعنی چی نشناختم؟ ها؟ ها؟ چطور نشناختیش؟ زنی که باهات تو بیمارستان کار میکنن رو نمیشناسی؟ آها، ناره، این شعله خانومه، شعله خانوم، محافظ اون بیمارستان. آه، که اینطور، چطور آشنا شدن؟ تو معرفیشون کردی؟ گفتم که من هیچ ربطی به این قضیه ندارم جناب سرنگ. اصلا نمیدونم شعله خانوم با آرزو خانوم چه سر و سری دارن با هم. باشه، شماره پلاک ماشین تقلبیه. خب تو محله شما هیچ کس بدون اجازه تو نمیتونه کاری کنه.
پس چطور ممکنه یکی بدون اجازه ی تو از اونجا راحت بره بیرون؟ آه جناب سرهنگ، بار اول که نیست. از این اتفاق زیاد پیش اومده. بعدش هم ما به اندازه کافی کارمند نداریم، نمیتونیم بهشون برسیم. کاش پلیس یه فکری واسه شون بکنه. آره کاش بشه. من مواظبم، فکر کنم آزاد بشه. ایرور خیلی ماهره، همه چیو میدونه. ببینم از تو چی میدونم. راستش چیزی نمیدونن. پس تو هم شدی فراری؟ عادت دارم، عیبی نداره. اما فکر کنم اینجا واسه تون یه جای امن میتونید قایم بشین. البته فعلا. البته واسه چند وقت خوبه؟ به نظرم خوبه، اما قایم شدن یکم سخته. درست میشه. هر کاری که گفته بود انجام داد. شکایت کرده. به زودی مدارک میرسه. یعنی چی؟ با این که اون زن هیچی نداره رفته شکایت کرده؟ خب شکایت کرده دیگه. وکیلش هم آدم کار درستیه. الان با خیال راحت میاده روبرمون وای میسه. این مشکلاتی که سرمون اومده مثل یه کابوسه. این کابوس واقعا ترسناکه. آیشه خانم، خواهش میکنم اینجوری خودتو عذاب نده. من واقعا تو این موضوع به کمکتون نیاز دارم، میفهمین؟ آیشه خانم، انقدر زود باختو قبول نکن. نمیذارم هر کاری دلش میخواد بکنه. نمیذارم سوده رو ازتون بگیره. یه موضوع ذهن منو درگیر کرده. اون زن درباره یه نامه حرف زد. تو اون نامه نوشتن بچه رو به فرزندی ندینش و بیارینش اینجا. گفته بوده من نمیتونم صاحب بچه بشم و از این حرفا. باشه، اما تو اون تاریخ آقا صابر به دنیا اومده بوده؟ آره خب همینطوره. آقا صابر از اون زن بزرگتره. پس اگه اون نامه واقعی باشه، صابر چرا باید اینو از آبجی همسرش مخفی کنه؟ یه چیز دیگه، اگه سلینا اینجور دروغا رو دونه بدونه درست کرده باشه، پس باید تقاضاشو پس بده. نمیدونم، باید منتظر موند. دلم میخواد قبل از اینکه کار به دادگاه بکشه اون دختره رو بکشم. ولی لازم نیست شما مرتکب قتل بشین. اگه اونا کاری کنن که سوده ناراحت بشه، اون وقت لازم نیست شما کسی رو بکشین. من خودم میکشم. قبل اینکه دستتون به خون کسی آلوده بشه خودم حلش میکنم. آقا بهتر از اینجا بریم، وگرنه تا چند دقیقه دیگه قاتل بودنتون رو تو دادگاه ثبت میکنن. میشه منم تا ایستگاه تاکسی ببرین؟ میخوام برم خونه منور. راننده نیست، رفته دخترا رو از مدرسه بیاره. اگه اجازه بدین تا هر جایی که بخواین میرسونم. ممنون. باشه عزیزم، اومدم. والا موقع خوابیدن سرمو میذارم رو بالشت، بدنم مثل یه جسد سرد میشه. دیشب اینجا خوابیدم، آقا قدیرم خیلی ناراحت شد، از اینجا گذاشت و رفت. ببین تو الان بهم حتی یه زنگم نزده. بنده خدا حق داره، تو داری آرزوهاشو از بین میبری. اینجوری نمیشه که. منم میدونم اینجوری نمیشه، متوجهم. خب بهتره منو طلاق بده. یعنی منصرف شدی؟ حرف بی جا نزن. میخواد منو ببره دکتر معاینم کنه. واسه اینجور چیزا کسی نمیره دکتر، خیلی بده آخه. اصلاًم بد نیست. چی داری میگی؟ اتفاقا خیلی هم خوبه منور. اگه بری دکتر اون وقت دلیلش رو میفهمی. خودم دلیلش رو میدونم. دلیلش مامان بزرگمه، لازم نیست واسه فهمیدنش بری دانشگاه و درس بخونی. دلیل خاص دیگه ای هم نداره.
منور، مگه مامان بزرگ چی کار کرده؟ خودت که میدونی ما بدون پدر و مادر بزرگ شدیم. مامان بزرگم به تنهایی از ما مراقبت کرد و ما رو بزرگ کرد. از یه طرف دیگه هم پول در آوردن کار خیلی سختی بود. ما تو خونه های مردم کار میکردیم. همیشه بهمون میگفت سرتون باید پایین باشه. اینو نبین، اونو نبین. با آدمای دور و برت حرف نزن، آخه بده. همش میگفتن این کارو بکن، اون کارو نکن. پاک دیوونه شده بودم، باور کن. این که مشکلی نداره. همه موقع بزرگ کردن دخترشون اینجوری باهاشون رفتار میکنن. اصلا عجیب نیست. آخه کدوم مادر به دخترش میگه برو واسه بقیه عشوه بیا و دلبری کن؟ کدوم مادر میگه برو با اون پسر حرف بزن؟ این چیزا کاملا عادیه. ولی میدونی چیه؟ وقتی دخترها بزرگ میشن میرن با کسی که دوستش دارن ازدواج میکنن و با اون زندگی میکنن. مثل تو، فهمیدی چی گفتم؟ خودشونو تو خونه حبس نمیکنن. تو رو خدا حرف بزن. مگه اجباره که ما دو نفر توی اتاق بخوابیم؟ خدای من اینجوری راحتم. اگه نمیتونه با این قضیه کنار بیاد بهتره بره با یه زن دیگه ازدواج کنه. من نمیتونم. اصلا متوجه هستی چی میگی؟ آخه چرا همچین تصمیمی گرفتی؟ شما ازدواج کردیم، بچه بازی که نیست. آره منور، تو قدیر رو دوست نداری؟ ببین، تو بعد از چند سال به یه مرد جواب مثبت دادی. این خیلی مهمه. یعنی باید متوجه کسی که دوستش داری باشی. آره. میگم چطوره؟ برم یه دلمه بادمجون درست کنم، شب با غذا بریم خونش. کاملا حق با تو زینب، مگه نه؟ آفرین به تو. بینور، تو هنوز نرفتی؟ خوش اومدی. گرسنته؟ غذا حاضره، میزم چیدم. لباسات عوض کن، بیا شام بخوریم. من لباسام عوض نمی کنم، واسه این که لباسام خیسن، منتظرم خشک بشن. ببین این لباسای احمد چنار خیلی بهم میاد. آره خیلی بهت میاد. من زود برمی گردم. دیر نکن یا سوپ سرد میشه. یه روزی به خاطر این زن میمیرم. این زن بالاخره مرا به کشتن میده. سلام بچه ها. سلام. دیر کردی عزیزم، تو کجا رفته بودی؟ ماشین یکم مشکل داشت، بردمش تعمیرگاه نگاهی بهش انداخت. بعدشم رفتم محضر، تاریخ عقدمون رو تعیین کردم. همین. چی شده؟ به ما هم بگین. هنوز چیزی نشده بچه‌ها، فقط تاریخ عقد رو تعیین کردم و داشتم بهش میگفتم که فردا قراره با مامانتون عروسی کنه. فردا؟ آره فردا. دیروز یه مراسم عروسی بود، چرا تو اون شرکت نکردین؟ میشی بگین؟ منظورتون مراسم ازدواج دست جمعیه؟ دخترم این اصلا امکان نداره، هر زوجی میتونه تو یه روز مشخص ازدواج کنه. ما نمیخوایم مراسم بگیریم. باشه، اما اینجوری که بدون مراسم نمیشه. چرا نمیشه؟ مامان واقعا چه نیازی به این کار بود؟ همینجوریش هم یه آدم مشکل داریم. الان وقت این کار است واقعا؟ آره وقتشه. راستش تو من بیام این مشکلاتو حل کنم، پیر شدم و مردم. آره درست میگی، این همه مشکل از زمین و آسمون سرمون میاد. ما هیچ وقت از دست این مشکلات راحت نمیشیم، واسه همین هر چه زودتر عقد میکنیم و وقتی ازدواج کردیم ما اصل میریم خارج از شهر. از همین الان بدونین واقعا وقت خوبی رو انتخاب کردین. آیش خانم، من الان به احمد زنگ میزنم تا بچه‌ها رو بفرستم اونجا. شما میتونین یه چند روزی استراحت کنین. به نظرتون نباید بهشون تبریک بگیم؟ آبجی زینب، داداش سینان تبریک میگه. ببینم این مدل جدید تبریک گفتنه؟ خیلی ممنونم. ممنونم عزیزم، ممنونم. خب ببخشید. تبریک میگم داداش سینان. خیلی ممنون سوده جون. تبریک میگم مامان جون. خیلی ممنونم. میشه بازم همون لباسای سفیدمونو بپوشیم؟ مامان باید لباس سفید بپوشه، ما چرا بپوشیم؟ یعنی ما نمیتونیم لباس سفید بپوشیم؟ نمیدونم، من که لباس سفیدی نمیبینم، پس حتما نمیپوشیم دیگه. مامان جون من واقعا نگرانم. آخه واسه چی اینقدر عجله؟ ها؟ عجله؟ آره؟ میخوای چقدر منتظر باشن جان؟ آروم باش. نه بابا. مامان جون تو میخوای چی بپوشی؟ راستش منم تازه فهمیدم، واسه همین نمیدونم باید چی بپوشم.
عزیزم ببین، هرچی دوست داری بپوش، اما اگه موضوع دیگه ای ذهنتو به هم ریخته باید فراموشش کنی. باشه؟ قربونت برم. اگه میخوای بازم فرار کنی بهتره همین الان بگی. خدای من. بالاخره سهرام خوابی. اینا چیه؟ واسه تو خریدم. نمیدونستم از کدومش خوشت میاد. دوتا رنگ داشت، منم جفتشو گرفتم. الان داری درباره رنگش از من میپرسی؟ خب دیگه ملتم. راستشو بگم من همیشه خودم انتخاب میکنم. هیچ مشکلی باهاشون ندارم. ما که چند روز پیش یه عالم لباس خریدی. واسه یه فرداست. فردا؟ نکنه فردا روز مهمی و فراموش کردم. خب یه اتفاق غیر منتظر افتاد. میخوام با مامان و بابام آشنا بشی. واسه یه شام میان اینجا. نه آلپ، نمیشه. من نمیتونم تو این مدتی کم به همه چی برسم. فقط کافیه به خودت برسی و کنارم باشی. بقیهش با من، متوجه شدی؟ نه نمیشه آلپ. میخوام باهاشون آشنا بشی. اصلا نگران نباش، چیزی نیست. بعد 6 سال تازه میخوان بیان خونم. راستش نتونستم بگم نیاین. ببین ملتم، اینا رو واسه یه سهر را گرفتم. خدای من چه وضعیه؟ یه زن و بچه رو به زور پول گرفته و میخواد به خانوادش هم نشون بده. الان هم از هیجان زیر چشماش برق میزنه و خوشحاله. آخه یه آدم چطور میتونه همچین کاری بکنه؟ واقعا عجیبه. خوشت اومد؟ واسه سس بریزم احمد. آره بریز. خیلی خوشمزه است. دستت درد نکنه. الو زینب. سلام احمد. میشه بچه ها تا آخر هفته تو خونه تو باشن؟ من یه چند روزی میرم بیرون از شهر، کار مهمی دارم، نمیتونم بمونم پیششون. یا چیز زینب، منم بین رو فرستادم بره مرخصی. منظورم اینه که کسی نیست قضا بفزه. آخه دستبخت من خوششون نمیاد. من میخواستم آیشارم باهاشون بفرستم اما اونجا جا نیست. نمیدونم باید چی کار کنم. احمد تو چه نظری داری؟ خیلی خب، یه رای حل واسش پیدا میکنم. به بینو زنگ میزنم برگرده سر کارش، بمونه واسه یه وقت دیگه. باشه. باورم نمیشه، باورم نمیشه. خیلی هیجان زدم. میان آره جاسو رو میبینم. خب دیگه فردا بعد محضر میرین خونه یه بابا. معلوم نیست من و داداش سینانتون تو این 2-3 روز کجا میخوایم بریم. قرار نیست بفهمی کجا میریم، خودت هم اینا میدونی. چرا؟ واسه اینکه همیشه میگی نه نمیشه، همیشه حرفای منفی میزنی. به به، ببین جان چقدر خوب احساسات منو بیان کرد، خوشم اومد. آفرین پسر. چه این حرفا همیشه. خیلی خوب، بهتره دیگه دربارش بحث نکنیم، اونو بسپر به من، نگران نباش. ولی ببین زینب من... خانم، من از آقا سینان میپرسم قراره کجا برین، باید بدونم چند تا چمدون آماده کنم. واقعا از این کارتون حیرت زده شدم. میخوام با این کار برم رو اعصابت عزیزم. منتظر روزی هم که کارتون پیش من گیر باشه. هیچ وقت این اتفاق از همین الان بگیم. آه زینب خانم جونا، خدا به همه بچه های مادر مهربون مثل شما بده. تنها چیزی که شما میخواین راحتی بچه هاست. اگه اونا بخوان سودا رو از شما جدا کنن. هیچ کس نمیتونه این کارو بکنه عایشه خانم. کسی جرأت انجام دادنشو نداره، نگران نباشید. اون خانم با نمک میخواد منو بگیره. کجای اون خانم با نمک بود؟ اون دیوونه است، دیوونه. نمیتونه همچین کاری بکنه خالایشی، نگران نباش. باید اینو جواب بدم، معذرت میخوام.
بله آقا ماتین. آره میشنوم، بفرمایید. لازم نیست بی‌نور بیاد، من همه چی آماده میکنم. فکر میکنی اونا نمیپرسن این غذا رو کی پخته؟ بگو بی‌نور پخته و رفته، نمیتونی یه بهونه بیاری؟ اصلا حس خوبی ندارم، دلم میگه تو نمیتونی خودتو کنترل کنی. وقتی الیفم اینجا باشه از اتاقم نمیام بیرون، قول میدم، قول میدم. تو به هم اعتماد نداری؟ خیلی اعتماد دارم. واقعا اعتماد نداری نه؟ ندارم. نداری؟ واقعا؟ ها خب آقا ماتین ممنونم، این اطلاعات خیلی به دردمون میخوره. بعدا میبینم اتون. ممنونم. الو، ها سلام آقا آلپ. من درباره وکیل سلینا خانم یه اطلاعاتی پیدا کردم. خب اون زن چطور تونسته اون وکیل رو بگیره؟ در واقع منم خیلی نگرانم. خب همه چی از این قراره، اون زنه با یه آدم به اسم تولگا شن رابطه داره، یه رابطه چند ساله دارن. تولگا شن یه تاجره، همیشه درگیر تجارتشه، میره آمریکا و میاد اینجا، اون تو آمریکا زندگی میکنه. این اواخر اوزا بر وفق مرادش نبوده و اومده ترکیه. بعدش به خاطر این پرونده میره پیش آقا مهدی منظور اوغلو، اونم این پرونده رو قبول میکنه. دلیلش هم اینه که تولگاشن پسر آقا مهدیه، فهمیدی؟ اسمای خانوادگیشون فرق میکنه، واسه اینکه پسره با این قضیه مشکل داشته. درست کردن یه شناسنامه تقلبی واسه آقا مهدی کار سختی نیست؟ دقیقاً همینطوره، من واسه چند روزی نیستم. شاید این اطلاعات به درد تو و بهری بخوره، ازش استفاده کنی. آره خیلی کمکمون میکنه. عالیه. من و زینب ازدواج میکنیم، فردا صبح میرم ماه عسل، واسه همینم نمیخوام از این موضوع چیزی بفهمه. وقتی اومدیم یه جوری با هم حلش میکنیم. چی داری میگی؟ تبریک میگم، بالاخره تصمیم گرفتین ازدواج کنین. واقعا خوشحال شدم، امیدوارم خوشبخت بشین. وقتی برگشتین میبینم اتون. خیلی ممنونم آلپ، خداحافظ. ببینم کی عروسی میکنه. زینب و سینان. راستش فردا میرن ماه عسل. خدا کنه همیشه خوشحال باشن. یه جوری اینو گفتی انگار میخوای هر دوشون بمیرن. آرد نمونده، شکرم که نیست. ای وای، کرم که نیست. ببین تون ماهیم نداریم. اگه آنلاین سفارش بدی میارن دم در، اون وقت مجبوری خودت بگیری. باشه، پس من شعله رو میفرستم واسه خرید، اما باید کارتتو بدی. حس خوبی ندارم آرزو. خدا رو شکر امروز کارم زودتر تموم میشه. مدرسهشون که تموم شد شاید بتونم بیارمشون اینجا، ولی فردا نمیشه. باشه نگران نباش، قبوله. من همه چی رو درست میکنم، هیچ کسی بویی نمیبره، خیالت راحت. یالا. خیلی خوب، من دیگه باید برم. گوش کن، نباید بری جلوی پنجره، اگه کسی بهت زنگ زد جواب نمیدی، فهمیدی؟ اطاعت میشه جناب سرهنگ. بیا بریم. اومدم. ببین منور، باور کن تا حالا با همچین چیزی مواجه نشده بودم. آدم باید قبلا فامیلاشو دعوت کنه، نه اینکه بگه
پاشین بیاین، دو ساعت دیگه مراسم عقد شروع میشه. وای خدای من، به منم زود خبر ندادن. باور میکنی حتی کادو براشون نخریدم؟ نگران نباش، وقتی داشتم میمادم از زرگری نزدیک خونمون چند تا حالا گفتم. کار خوبی کرد. یالا بریم، یالا تا دیر. به نظرم عمدن این کارو کردن. چنیدی؟ بعضیا میگن نمیخوایم مراسم بزرگ بگیریم و از این حرفا متوجهی؟ راستش بهشون حق میدم، بدون اینکه وقتو هدر بدن. یعنی چیز مهمی هم نیست، فقط یه مراسم عقد خودمونیه، زیاد مهم این همه سال منتظر بمون و صبر کن، بعد آخرش هم برو یه مراسم کوچیکو بی سر و صدا برگزار کنن. نکنه اونا پول ندارن منور. اگه اینطوری بود میتونستم بهشون کمک کنم. چرا چیزی بهم نگفتی؟ بس دیگه قدیر، بس قدیر، حواستو جمع کن. یه وقت جلوی سینان از این حرفا نزن. من اونو درکش میکنم، درکش میکنم. این کارو بسپار به من، اصلا نگران نباش. گوش کن ببین چی میگم، نباید دربارش حرف بزنی، باید دهنتو ببندی. باشه، زود باش، سوار شو، سوار شو. خدای من، اوه مرغام که پختن، حالا یه مرغ شکم پر و زرش بلای خوشمزه میپزیم. وای آره، عالی میشه، دستتون درد نکنه. من این کارو بلد نیستم، چون تو عمرم از این کارو نکردم. واقعا معذرت میخوام، ولی درست میشه انشالله. من بهت یاد میدم شاید. خوبه واقعا؟ آره تو یاد میگیری ها؟ سعیمو میکنم. ببین اول اینجوری میگیری و جمعش میکنی، باشه، بعدش باید هی پهنش کنی و دوباره جمعش کنی، پهنش میکنی و دوباره باشه. جمعش میکنی، جمعش میکنی، پهنش میکنی، همینطوری. باشه. خوبه خوبه، تو میتونی، سعیتو بکن. ببینم تونستی واسم لباس بخری؟ چیزی پیدا کردی؟ هرچی تو فروشگاه بود گرفتم، زیاد قشنگ نیست، خدا کنه خوشت بیاد. ببین چی پوشیدم، حتما از اینا بهتره. آره از اینا که بهتره. خوب شد؟ آره خیلی خوبه، آفرین، تو واقعا محشری. داداش ها، ببین میخوای بازم بهت بگم؟ نه. یعنی از این موضوع مطمئنی؟ آره. خیلی خوب، مگه قرار نبود بریم دنبال عروس؟ نه بابا لازم نیست، الان خودش با بچه ها میاد. آها که اینطور، ولی تو اینجور مراسم ها دوماد میره دنبال عروس. نه نیازی نیست، خودشون میان داداش. باشه. بازه تو مراسم میگیرن؟ اون که چیزی نگفته. آخه چرا؟ یعنی چرا؟ داداش ها، ببینم حالت خوبه؟ آره خوبم 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 خوبه. نمیخوای به ماشین گل بزنی؟ نه بابا نیازی به این چیزا نیست، فقط میرم محضر، بعدش هم تموم میشه. فکر نکنم به این چیزا نیاز باشه، زیاد مهم نیست داداش، ذهنتو درگیر نکن. باشه؟ باشه داداش. خب حلقه چی شد، گرفتی یا نه؟ نه بابا نگرفتم، خیلی درد سر داره، نمیدونم چه جوری باشه، نقره، طلا، چه رنگی. بمونه واسه یه وقت دیگه تا یه قشنگش انتخاب کنم. باشه.